روزنامه صدای مردم تشکیل شد. اونجا وقت قانون زبان قبول شد به بیتنه، اما اون تشکیل قبول کرد که خود یک انسان مفید یک روشن صحبت کنیده آدم میخواست گاهی ما با اخوابای کن صحبت کنید. وقتی که من به تشکیل مرکزی با خود گذاشتم همه رو معلوم بود که من زبان تاجیکی را سر نصد نمیدونستم. بعد من به خود گفتم که یک کسی یاردیکن که و من هم یاردم چی شود هم زبان مادری ما را به من آموزم. شده که من همگی سه سنفی مکتب تاجیکی خامنه‌ای خواندم. سال 43 آخرین سنفی ما میخوام بگیم مستبی که ما میخوام بگیم آتر شده که مکتب ماندیم تا سال 47 من نمیخوام بگیم. سه لحظه یا دقیقی لقل میکنم در باره مراد الله شیرعلی زاده که اولین شریف همدانپور با ما تلفن کردن که صدای مردم گفتنی یک گزت تشکیل میشد، ما شما دعوت میکنیم بیاید به همون جهان. بعد رفتم با دعوت شریف قبول کردن مراد الله شیرعلی زاده در یک کابینت دعوت کردن. من اولین بار همونجوری راهبر هم من خودم قریب 25 سال باز راهبر هستم، لیکن راهبری از همون انسان یاد گرفتم. دوستش گفت که گوش کن، تو هرچند دوستی من هستی این کارگری من هست گرفت، طرفی من هست گرفت. من با تو یکون کسی حقوق ندارستی هست که کارگری من هست تو پس زنی. من با مراد الله شیرعلی زاده رابطه شخصی نداشتم، ولی سال 1988 قهار مخانوش با اداره نشریه های حزبی تشریف آوردن، همراهشون مراد الله شیرعلی زاده بودن. و طوری که اینجا اکبر ستار گفتن، ما در اون زمان که در زمان بازسازی بعد از دانشگاه همه خونه در جوش بودیم و شرطانه هم باشد، ما با قهار مخانوش بودیم که ما منزل نداریم، ما متخصص جوان آمدیم بعد مسکو، بعد لنینگراد، بعد دیگر دانشگاه آمدیم، منزل نداریم، یعنی خانه استخوانتی نداری در اجاره میشنیم. و به شرافت همین آدم که فقط اندیشه خودش غمی خودش نمیخورد، غمی دیگر جورنالیست ها هم میخورد، 70-80 نفر جورنالیستی که در نشریه های گوناگون کار میکردن، در رادیو تلویزیون کار میکردن، صاحب خانه در شدن. یک همکار داشتیم جوشان جنت باشد، اگر غلط نکنم اکبردیف، اونا میگفتن که وقتی که ما در افغانستان بودیم افغان ها میگفتن که به مثل مراد الله شیرعلی زاده 10 نفر سیاستمدار به افغانستان میامدن، شرط نبود که تانک و توپ اسر به افغانستان درآید. و همین قدر قدر و منزلت داشتن در میان مردم افغان مرحوم مراد الله شادروان مراد الله شیرعلی زاده. تا لحظات واپسین حیات مراد الله شیرعلی زاده تلاش ورزیدند که ساخت کنستیتوسیونی در تاجیکستان در کشور عزیز ما استوار بماند و تحولات جامعه بدون برخورد خونین صورت بگیرد. و اما افسوس که خود این نفر انسانگرا اولین شهید این جنگ بیمایه آدمخوار گردید. اگرچه شمع حیات او خاموش شد، شمع یادش تا ابد فروزنده میماند. کسی که زبان فارسی بلد بود و از تمام واقعاتی که همون شبه در افغانستان درست میداد با خبر میشد، برای همین معلوماتی که بیاست.